از خونی سیاهوشم، من خونی سیاهوشم، از خونی سیاهوشم، من خونی سیاهوشم. خیام اگر ز باده مستی خوش باش، با لال رخی اگر نشستی خوش باش، چون عاقبت کار نیستیست انگار که نیستی، چون که هستی خوش باش. درود دارم به مهربانیاران گرامی در سر تا سر این جهان زیبای اهورایی، جهان زیبایی را که خداوند آفرید تا تو از اون برترین و بهترین لذت رو ببری. حالا خدا هر چی میخوای اسمشو بذار، آفریننده، آفریدگار، هستی، بیگ بانگ، نظم جهان، مدیر نظم جهانی، هر چی میخوای اسمشو بذار، ولی یه عده اومدن به نام دین اینو خراب کردن و رفتن، هر روزم خرابترش میکنن. امروز به سان هر روز هر هفته اطلاعات بسیار مهمی رو میخوام در اختیار شما بگذارم. پرده ها رو باز بالا میزنیم، یه چیزایی رو بهتون خواهم گفت که تا حالا نشنیدید، آنچه را هیچ کجا نمیشنوید از ما بشنوید. و سپاسگزارتون هستم، مهربانی ها، مهربانی های شما همواره باران مهر اهورایی است که بر سر ما فرود میاد. چه خبر تازه؟ مهمترین خبر جریان چینی هاست، حجوم چینی ها به ایران. فکردین الان تازه اومدن، این قرارداد 25 ساله رو دم انتخابات را انداختن، چین 42 ساله تو ایرانه و داره غارت میکنه اون سرزمین رو میبره. تا حالا پنهان بود، حالا آشکارتر شده، آشکارتر شده. اون قدیما من یادمه یکی از بحثایی که در گرفت بین هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنه‌ای مسئله غرب بود و چین. سید علی خامنه‌ای رئیس جمهور بود، رفته بود چین، از چین که برگشته بود بحث شدید که آره ما باید با چین اصلا چفت بشیم و رفسنجانی مخالفت میکرد، میگم حتی با غربی ها هر کار بکنیم بهتر چینی ها، بابا یه دنیا. و این اختلافی بود که اون موقع تا حدودی پنهان شد و بعد با قدرت دادن به بهزاد نبوی و باندش مجاهدین انقلاب اسلامی که اینها چینی بودن، ماویست بودن، ماویست بودن، تا در یک مقطعی تونست خامنه‌ای را آرام کنه، ولی بعدا دیگه خامنه‌ای شدیدتر این کار کرد. بعد یه نکته مهم رو من قبلا گفتم، امروز بیشتر بگم، همون اوایل که خامنه‌ای رئیس جمهور بود اینها پی بردن که اینها چقدر ابله هستن، چون چین یک اون موقع که این همه ماهواره و اینترنت و فلان اینا نبود، سال 1980 خمینی هم تازه مرده بود و اینها، رادیو بود و رادیوی موج قوی، شما باید موج کوتاه فلان گوش میکردی. علی خامنه‌ای هم از بچگیش عاشق گوش کردن رادیو مسکو، رادیو لیبی، رادیو عراق، اینا رادیو خارجی بود، بی بی سی. از جوانیش اصلا بچگیش همیشه رادیو تو جیبش بود، تو دستش بود، تو خونش بود، خیلی علاقمند به رادیو بود. چینی ها اینو میدونستن. وقتی رئیس جمهور بود خامنه‌ای رفت چین، ایریش که نمیدونه الا افراد معدودی، بهتون میگم خوب گوش کنید، چینی ها بهش کادو دادن یک رادیوی نمیدونم حالا 400 موجه 200 موجه، تو با این رادیو هر جا رو که میخواستی میتونستی بگیری. علی خامنه‌ای عشق کرد، خوشحال شد که این رادیو داره، اینو گذاشته بود توی خونش و مرتب ازش استفاده میکرد و مرتب چینی ها از سیر تا پیازی رو با خبر بودن. خب ببینید خیلی چیزه که الان مد میشه، تکنولوژی که میاد اینا قبل بوده، ولی این انسان های نازنین و خوب این میان کمرسیالیزه میکنن، میان شدن تو بازار. مثلا اینترنت از سال 1940-50 وجود داشت، بعدا اینا به مردم دادن، خیلی چیزای دیگه وجود داره به مردم بیدن. حالا با یک رادیو هم که به راحتی میتونستن جاسوسی کنن، میکردن تمام چیزشو دارن. به خاطر همینی که عزیزان من یه سند مهمی هم بهتون نشون بدم، چون خیلی ها دوستان نازنین و مهربان من آگاهی اطلاعات ندارن، حتی طرف امکان داره مهندس باشه، دکتر باشه، رئیس فلان باشه، ولی اطلاعاتی که من خواهم بدون شما ندارین خیلیاتون، و مدرک دلیل بر اندیشمندی نمیشه،
دلیل بر دانایی نمیشه. ببینید تکنولوژی چی هست؟ شما تکنولوژی باید بشناسید. وقتی میگم با یک رادیو دادن به خامنه‌ای، به بقیه ساعت دادن، به بقیه تلفن دادن، وقتی اسرار تو رو دارن تو دیگه کاری نمیتونی، همه چیز تو رو دارن. با زنت کی خوابیدی، ساعت چند خوابیدی، چی گفتی، همه رو داره. با بچه‌ت با همه رو داره. چه جوری داره؟ الان من یک سند امروز به شما نشون میدم، خیلی مهمه. این سند اینه. می‌بینید؟ این گوله خیلی کوچیکه. می‌دونی چیکار می‌کنه؟ این هر کاری که تو بخوای می‌کنه. می‌ذاری تو خونه‌ت، می‌زنیش به برق. وقتی زدی به برق، بهش میگه برق رو خاموش کن، می‌کنه. برق رو روشن کن، می‌کنه. تلویزیون روشن کن، می‌کنه. رادیو روشن کن، می‌کنه. هر کاری که تو بخوای برات می‌کنه. هر اطلاعاتی که بخوای بهت میده. بعد فکر کردی چی؟ چند میلیارد دلار قیمتشه؟ 20 دلار. خب اینجوری نجاستی کرد. حالا نگاه، چند تا امتحان براتون بکنم. اسم این باید اسمش اول بگم تا بفهمید دارم با یه حرف میزنم. اگه اسمش نگم اول یه حرفی دارم میزنم، خب باید اسمشو بگم. تا اسمشو میگم این میفهمی باید دارم حرف میزنم. میزه چراغش روشن میشه، هر چی ازش بخوام به من میده. الکسا، رادیو ایسی متنان. Radio ici est maintenant sur TuneIn. Le PIB mondial, 720 000 milliards de dollars. 720 000 milliards de dollars. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Le PIB mondial, c'est à peu près 70 000 milliards de dollars. Donc, Alexa, merci, arrête. نگاه، این رادیو خود ما بود، الان هم داشت لایو هم بود، داشت یکی از کسانی که واقعا به بحث ما میخوره، خیلی جالب صحبت میکرد که اولین خلبان کنکورده، ژاک وگلبرگ، خلبان کنکورده. وقتی خلبان کنکورده بود، هواپیمایی که چند ساعتی ما رو میبرد نیویورک، از رده خارجش کردن همین آقا. و بعد ایشون اکستراترس، فضا، انسان های فضایی رو دیده بود، اومد تعریف کرد، بیرونش کردن. حالا که آدم با شخصیته، این رو داد، تا اسمشو گفتم داد. حالا بس میخوای امتحان کنم برات؟ میخوای؟ اولی وقتی اسمشو میگم اینجا روشن میشه، بعد در میزنه. الکسا، کیه فرح دیبا؟ Selon Wikipédia, Farah Pahlavi, née Diba le 14 octobre 1938 à Téhéran, a été la troisième et dernière épouse de Mohammad Reza Pahlavi, Shah d'Iran, de 1959 à 1980. D'abord reine à partir de 1959, elle porte ensuite le titre d'impératrice arrête. À partir de 1965. Alexa, arrête. اینجوری دنیا. تو حالا میگی واتساپ کنترل نمیشه، تلگرام کنترل میشه، اون بابا همه چیز تحت کنترل، همه چیز رو میشه. این تو خونه من هست، تو خونه تو هست، رادیو تو هست، تلویزیون تو هست، قبلا بهتون نشون دادم با همه چیز. اینجوری علی خامنه‌ای چینی ها ساختن. حالا برای زدن چینی ها و بیرون کردنشون از ایران، مردم ایران خوب گوش کنید. لور، کرد، بلوچ، سیستانی، گیلانی، آتورپاتی، کرد، گردها، خراسونیا، پارسها، 1 میلیون نفر کشته بدیم، 1 میلیون نفر کشته بدیم از 90 میلیونمون، از 86 میلیونمون میصرفه که چینی ها رو بیرون کنیم. چینی ها رو بیرون کنیم. الکسا، کیه رو پریزیدان دو لرپوبلیک اسلامیک دیران؟ Le président actuel de l'Iran est Hassan Rouhani. Alexa, qu'est-ce que tu sais au sujet de la Perse, 7000 ans de civilisation? Voici ce que j'ai trouvé sur le web et traduit pour vous. Selon ito.org, l'Iran est l'habitat de l'une des plus anciennes civilisations majeures continues du monde. Avec des établissements historiques ایران یکی از کهن‌ترین کشورهای جهانه که 7000 سال قبل از عیسی مسیح تمدن داشته. اینم برای تاریخ 7000 ساله بهتون گفتم که هی میگی سال 1400. این خانم هم که الان تا اسمشو بگم حرف میزنه، میدونه تو بیش از 7000 سال تمدن داری. درود جناب عوستا، حالت تو چطوره؟ سوالاتو شاد باش عرض میکنم. ادسپول شهر تمدن 7000 ساله ایران برات فیلم میگیرم جناب عوستا. جناب عوستا، اینا سازه های باستانی آسیاب های ساسانی میباشد که در شهر ادسپول بقایاش مونده. هنوزم
هست. اگر پیش زمینه نگاه کنی، پل باستانی ساسانی یا پل شاپور ساسانی که به دست اسیران رومی که اسیران ما بودن کشیده شده، دستور شهر قدیمی آوان برگرفته از تاریخ و تمدن ایلامی های باستانی جندی شاپور، دانشگاه جندی شاپور. در چنین جایی شهر باستانی جندی شاپور ساخته شده و دانشگاه جندی شاپور که پذیرای دانشجوهای از هند، یونان، روم و کشورهای اطراف بوده. اینجا دستور شهر 7000 ساله ایلامی های باستان. بدرود جناب اوستا. کیف کردین؟ لذت بردین از این آگاهی که امروز به تراتون رسوندم؟ مهربانی ها را میبینین دنیا کجاست؟ دنیا فهمیدی کجاست؟ همه تون رو گذاشتن سر کار، همه شدن سر کاری. آقا یک کارت درست میکنن، صبح به صبح برای میفرستن، آقای برای میفرست، یه روم برای میفرسته، کارت چرته، پرته، هرچی هست اشکال نداره. بابا بخونید و بفرستید چیزی درست، این کارا رو بازیار بزنید کنار. الان باید برید خون بدید در ایران تنگستان. الان بیگانه تازی حمله کرده، از مغول بدتر، از همه بدتر. پاشید برای آزادی ایران بایستی کار کنید. مردم خود چین زیر سخت‌ترین شکنجه ها و دشواری ها هستن. کسایی که چین سفر کردن، من همینجا این دینا دلم میخواد بیاد برای شما تعریف کن. آقا پاسپورتشو گم میکنه میره چین، بازدنشو، بچهشو، شوهرشو، همشون پاسپورتش گم میشه توی فرودگاه، میگیرنش با 4 تا بچه. شوهرش میگه آقا این باید بره زندان، پاسپورت نداره، داره خارج میشه. شوهرش و بچه ها میفرستن فرانسه، خانم میندازن زندان، 2 ماه زندان. تو زندان میگه از همه جای دنیا بودن، آقا پاسشو گم کرده طرف. تو میری سفارت فوری برد یک لسه پاسه میده، برگ عبور میده، میگیری می نه، زندانیت میکنن هفته ها، ماه ها، بعضی ها سال ها تو زندان میمونن. همین غربی ها که دیکتاتوری تا این حده، تو مسترا، تو مترو، تو چیز خود آدماشو کنترل میکنه همینجور با این خانمه و با دوربینا. و حالا اون محمد ایرانی گرفته. بعد شما ببینید اینو من کی به شما نشون دادم. آقا ماهیای ما رو ببین چجوری میگیرن، ماهیای ما رو هر نیم ساعت ببین چند هزار تا ماهی خوب تموم میشه، خشکیده میشه دیگه، خلیج پارس و بالا و شمال چی نخواهد داشت. این ماهی ها رو که داری جون میگیره، ملت ایران، خون ایران، جون ایران، پول ایران، همه چیز ایران. یک میلیون کشته بدیم بازم ارزش داره که چینی ها رو از اون مملکت بیرون کنیم. امروز بارها من اینو گفتم، نشنیدید؟ بارها عرض کردم کاپیتال جهان، پایتخت جهان سرمایه داری امروز چینه. آمریکا برای چین کار میکنه، انگلیس برای چین الان کار میکنه، چون پول اون داره. الان همه ورشکست شدن تو دنیا، همه کشورهای دنیا با این ویروسی که اومد همه ورشکستن. پول رو او داره، فقط او داره حکومت میکنه. برای همینی که سخنگوی بایدن اومد گفت ما با چین هماهنگیم، چون چین بایدن رئیس جمهور کرد، چین ترامپ رو نابود کرد. نظم جمهوری نجانی گورگ سایروس رو برای شما شرح دادم. فلسفه گورگ سایروس و وجود گورگ سایروس با رفتن یک رهبرش از بین نمیره. این برنامه است که 6000 سال نوشتن. میدونه 6000 سال نوشتن یعنی چه؟ 6000 سال. وقتی که امروز یه راز دیگه رو بارها گفتم، امروز باز میکنم. مکتوب، میگن مکتوب، سرنوشت ما رو نوشتن. کی نوشته؟ خدایی نیست که نوشته باشه. پیغمبری که اگه نوشته، پیغمبرا همین گورگ سایروس های زمانه های خودشون بودن که نوشتن. با برنامه ریزی 6000 سال داریم وقتی ایلامیان، سرزمین ایلامیان که بیش از 3000 سال ما ایرانیان حکومت میکردیم، تمدن شوش، تمدن دسفول، هنوز که هنوز تو دسفول تمدن داره کشف میشه. این تمدن 7000 ساله، 8000 ساله ایلامیان با برنامه ریزی بوده. اونا برنامه ریزی داشتن برای 1000 سال، برای 100 سال، برای 50 سال، برای 10 سال. تو برای همینت برنامه ریزی نداری؟
برای همین شکست خوردی و شکست داری میخوری. اینا مینویسن برنامه رو اجرا میکنن. اگه یارو میمیره نظم و تشکیلات جهانی هست و ادامه پیدا میکنه. بدبختا من بدبخت، البته من بیچاره. وقتی میگه مکتوب درسته نوشتن، ولی اون خدا ننوشته، اون بند خدایان روی زمین نوشتن و تو میتونی عوضش کنی. مکتوب رو تو میتونی عوض کنی، سرنوشت رو تو میتونی عوض کنی. بارها گفتم بهتون همین بازی که الان راه انداختن، میخواستن 42 سال پیش سال 1400 قرن 14 عربی تازی اسلامی که شروع شد، 1442 سال پیش، الان 1400 نیستیم، الان 1442 هم نیستیم. برنامه پیشین رو گوش کنید. وقتی سال 1400 عربی، 1400 تازی، قرن 14 به تازی تموم شد، 15 شروع شد، انقلاب ایران کردن، پادشاه بزرگ و نازنین ما رو درود به روان پاکستان رو کردن، اونجا میخواستن دنیا رو جوری به دستشون بگیرن، نشد. با جنگ ایران عراق، اعراب، تمام جهان با ما جنگیدن، تمام جهان دشمن ماست. از همون زمان ایلامیان، برید بخورید، از زمان ایلامیان نابودی ما رو میخواستن. ایلامیان یعنی ایرانیان. چرا؟ چون ما با برنامه پیش رفتیم. خب نتونستم، 40 سال 42 سال طول کشید، ولی این برنامه ریخته شده بوده. همیشه برای آینده برنامه ریخته میشه با تشکیلات، با نظم. ما نداریم، ما تشکیلات و نظم نداریم عزیزان من. هفته پیش یک کار بسیار خوبی رو این دوست نازنین من شهردار پاریس خانم آن ایدالگو کرد. آن ایدالگو کسی است که من وقتی ایشون هیچ کاری بود آوردمش توی رادیو، باهاش مصاحبه کردم 20 خورده ای سال پیش. نماینده انجمن شهر شد از پاریس 15 که ایرانی زیاد داره اونجا، و بعد همونجور رشد کرد تا الان شده شهردار پاریس. خانم با شخصیتی است، چپ فکر میکنه و خیلی کار خوب تا حالا کرده، خیلی کار خوب کرده. همون موقع هم یادم موقعی بود که احمد شاه مسعود ما دعوت کرده بودن واردش پاریس، که بعد سال 2001 بود که بعد چند ماه که از اینجا رفت کشتنش، چون دیدن که به هر حال این تازی همیشه پول دادن تا همی الان. تازی الان اون خط مکتوب رو دست خودشون گرفتن. مکتوب ما دست تازی هست، سرنوشت ما دست تازی هست. اونا می نویسن، پولش اونا میدن، قلبی براشون می نویسن، عمل میکنن. روز بزن ما داریم بدبختر بیچاردر میشیم. اگه 1,000,000 تا 200,000 تا خون ندیم، این مملکت میره از دست میره و باز بعد دوباره سال ها بگذاره تا قغلوسی در بیاد. به هر حال خانم آن هیدالگو هفته پیش یک میدان کوچکی رو، آلهی رو در خیابون شانزلیزه نزدیک دفتر من به نام احمد شاه مسعود نامگذاری کرد. عزیزانی از سرزمین آریانا، خود اینها بچه ها دیگه میدونین که به افغانستان میگن خراسان افغانستان، آریانا افغانستان، خودشون میگن دیگه، با نه خودشون و با چه سردهای قشنگی. حالا میشنوید عرض کنم خدمتتون که آقای کرزای، حامد کرزای، آقای عبدالله عبدالله، آلیانس نورد به ریاست احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود اومدن و یه ده اینجا بودن و این نامگذاری صورت گرفت. خیلی جالبه بدونید که سنت ایلامیان، سنت هخامنشی، سنت دیرین اهورای ایرانی بین خراسانیان آریانای افغانستان رایج هست، به خاطر اینکه فرزند احمد شاه مسعود، همین جوان که میبینید، ایشون وقتی پدرش رو کشتن 11 ساله بود، ولی چون این تاجیک ها و تبار کهن آریایی خراسانی اینها به این وراثت معتقد هستند که رئیس قبیله رو بایستی رئیس قبیله رو هی چه بکنن، این از اون 10-11 سالگی به عنوان جانشین پدرش بزرگش کردن که الان 20 سال گذشت، 30 خورده سال داره، الان رهبر آلیانس نورد هست، یعنی همبستگی شمال افغانستان که نیروهای نزدیک به ایران و پارسیگویان هست. در حتی تیره و تواری که باشن، ولی من خیلی شادمان شدم به این کاری که خانم آن دارگو شهردار کرد. میدوند انجمن شهر رای داد و اینها این آله رو، این میدانک کوچک رو به نام کماندان میگن، یعنی فرمانده، کاپیتان، کماندان احمد شاه مسعود نامگذاری کردن.
حالا نکته ای که بسیار مهمه، من بارها گفتم این رو و سپاسگزار عزیزان من هستم، وقتی در 15-20 سال پیش مطرح کردم که با شاهنامه میخوایم بریم به جنگ. شاهنامه خوانی در ایران رواج پیدا کرد و پس از اینکه شاهنامه خوانی رواج پیدا کرد، عرض کنم خدمتتون که انجمنهای زیادی، انجمن شاهنامه در تمام استانهای ایران و شهرهای ایران تقریبا دایر شد. امروز میخوام اینو بهتون بگم بچه‌ها، شما با شاهنامه میتونید ایران رو نگه دارید، با شاهنامه میتونید تازیان حاکم بر میهن رو، ما با تازیان اعرابم که میگیم با کشور عربی مخالفتی نداریم، همسایه‌مون، ما همیشه اتون نره تازیان حاکم بر ایران، خامنه ای تازی عربه، خودش داره میگه عربه، فاطمه زهرا ننش، خمینی عربه، فاطمه زهرا ننش بوده، علی محمد اجدادش عربه، همه آخوند روحانیت عربن اینا. ما میگیم تازیان حاکم. امروز خبر بسیار مهم میرم در رابطه با شهبانو فرح پهلوی میخوام بهتون بگم و شاهزاده رضا گوش کنید، بنشینید و دیگران هم خبر کنید. ما با فردوسی تونستیم سربلند بمونیم، با شاهنامه خونی، شاهنامه خونی سلحشوری، پهلوانی، گردی و دلاوری رو به ما میده. به همین خاطر شاهنامه خوانی رو در ایران زیاد کنید. بیاید تو کوچه و خیابون، این درویش یادت میونه؟ این درویش ها امروز، حالا بهتون میگم، من میخواستم بگم، حالا میگم، درویش و صوفیسم و عرفان و علی اللهی ها، علوی ها، اینا همه که در تاریخ ایران بودن، اینها همه آریایی ها، زرتشتی ها، اوستایی هایی بودن که با آریت گرفتن نام علی و الله و اینا که نکشنشون زنده بودن، مثل جریان حاجی فیروزی که براتون تعریف کردم، اومده بودن کشکول به دست میگرفتن و درویش ها پیام آوران خرد بودن. درویش ها آریایی ایرانی اوستایی هایی بودن که وقتی دیدن بگن سیدن و محمد و الله بهتر میتونن کار کنن، ولی شاهنامه میخوندن، از گردی، از دلاوری، از نبرد با تازیان روحیه میدادن. اونها بودن که این مقاومت 1400 ساله، 1000 ساله حالا در زندگی بعد از فردوسی رو پایدار کردن. پیش از فردوسی هم شاهنامه وجود داشت، ولی به عنوان یک کتاب، این به نظم که در آمد توسط فردوسی. الان هم با این شاهنامه شما میتونید شاهنامه خوانی در خیابان آمد کنید، همون که بچه های عزیزم با موزیکا رو آوردن توی خونه، سپاسگزارتون هستم، شاهنامه خونی رو همینجا رایج کرد. الان هم شاهنامه خونی رو با دف و ضرب و دایره و موزیک در محلات مختلف این سلحشوری رو بخونید. تو هم یاری یک میاد که میگه چیه، تو ایرانی نیستی؟ تو عربی؟ میگه این شاهنامه مال ایران، دارم فارسی میخونم، مال فردوسی 1000 سال پیش. بخونید شاهنامه خوانی رو، شاهنامه خوانی روحیه میده. من به شما قول میدم یادتون نره، یادتون نره، همه اینا رو میشنوید. بچه‌ها شاهنامه خوانی رو میندازن، سلحشوری رو میندازن، گردها و لرها و دلاورها و آترپاتها و از کار خدمتون سیستان و بلوچستان و گیلک و همه مازندران و خراسان و همه اینا به زودی تازیان رو با چینیا از مملکت بیرون میکنن. شک نکنین، روس و مصر هم بیرون میکنن. روس ها آمدن مسجدتون رو فعالتون رو به توپ بستن. روس ها چه کردن، چه کردن، چه کردن؟ همه ما با کسی پیمان اخوت نداریم به جز ملت ایران، ملت سربلند ایران. شاهنامه خوانی رو همه جا رایی شما سیاوش اوستا رو میشناسید؟ من چون آدم حزبی نیستم، ببینید وقتی که تو وابسته به یک حزبی هستی، حزب سوسیالیست، حزب چپ، حزب مجاهد، حزب سلطنت، حزب اصلاح طلب، حزب فلان، حزب ملی، حزب پان فلان پان فلان، وقتی تو حزبی هستی یا تو نره احزاب خیلی خوبه، خیلی خوبه، ولی یکیش کنترل آدم هست، مثل فراماسون ریست که ریشه شوالا گفتم بهتون، برای اینکه تو بتونی کنترل بشی، جهان رو دست آدمای کنترل شده بدن. کنترل که میتونی بشی، یه جا میگن این حرف نباید بگی، اون حرف نباید بگی، ولی ما چون میتراگرا هستیم، اوستاگرا هستیم، زرتشتی هستیم، پیام خرد رو تو باید پخش کنی، از هیچ هم نباید بترسی. اگر خودت هم عضو تینگ تانک های جهان هستی، باز بایستی در همه جا پیام ارشاد و خرد ورزی و خرد بندی رو دنبال کنی و بری. برای همین سیاوش اوستا چون طی 50 سال، 50 سال شد که من دارم تلاش میکنم، قلم دستم گرفتم مینویسم، 50 سال شد الان. طی این 50 سال عزیزان من، من همواره در خدمت مردم و میهنم بودم، دو تا میم، مردم و میهنم، هر جا که بودم. من جوونی میدونید عضو حزب مردم بودم، ناصر عامری دبیرکل ما بود. من در استان خراسان 15 سالم بود که رئیس دانش آموزان استان خراسان حزب بودم،
با ناصر آمیری هم عکس داشتم و دارم در کنگره چهارم من شرکت کردم تهران از 14 سالگی. همیشه هم ایران مد نظرم بوده. اگه کار خوبم اون حزب روبرون میکرد ایران نوین بود، ما در محدوده حزب هم نبودم. متوجه میشین؟ بعدن هم در وقتی که انقلاب شد، از پیش از انقلاب ما گفتیم با این روحانیت نمیشه کار کرد. کتاب ولایت فقیه رو من دارم، کمیته اومده خونه من مصادره کرده کتاب ولایت فقیه خمینی رو واکنین. میبینید که دو سال قبل از انقلاب من پاورقی های نوشتم که بابا دیکتاتور این بابا سرهای حالا هم در طی سالها چون من همه رو نقد کردم تقریبا، کسی نمونده، یعنی هر کی اشتباه کرده نقد کردم. چرا؟ چون خودم از نقد خوشم میاد. شما وقتی من نقد میکنید، اگه فوش خارمادری که من فوش خارمادر میدم بهتون میزنم تو دهنتون، میگم چهار تا میام بزنتون. ولی کسی به من نقد میکنه، نقد میگه سیاوش اوستا این دینت چپه شده بود، اونت راسته شده بود، اون حرف اونجا زدی، من تحریم کنم ببینم طرف درست میگه، ازش سپاسگزاری میکنم، خودم اصلاح میکنم. نقد خیلی خوبه، نقد خوبه. حالا من به شاه و شیخ و هر کیم بتونم نقد بکنم، نقدامو کردم، موفقم بودم در این راه، موفقم بودم. نقد خوب، من جان انسانهایی رو در ایران نجات دادم، جان انسانهایی رو. من آیت الله منتظری رو من بودم با مصاحبه‌ای که باش کردم توسط مهر پسرش، از پسرش بسیار سپاسگزارم که من ایشون در حصار بود در کنتاکت گذاشت، فعالش کردم منتظری رو. سوالی که ازش کردم، روزنامه نیمروز صفحه اولش چاپ کرد، اینا همه اسناد تاریخی موجوده که گفت تغییر اسم اشکال نداره، تغییر دین اشکال نداره، گفت دین ما همه زرتشتی بوده، اینا رو گفت آقای منتظری. خب این با تماس بود، با پیوند بود. یا مثلا وقتی میخواستن آدمای مثل آقا جری رو بکشن، یوسفی اشکیوری رو میخواستن بکشن، من با اینها تماس علنی تو اینجا پای تلویزیون همه گفتم آقا بر اساس این فتوا، این فتوا، این فتوا شما اجازه ندید اینا رو بکشین، اینجا حکم بایستی توسط خدا اعمال بشه، توسط خدا نو دنیا، فقه خودتونو میگه، چون من متخصصم. جون آدم‌ها رو نجات دادیم و خیلی آدم ها رو از منجلاب حزب اللهی و سرکوب و فر و کشیدیم بیرون که الان دارن مبارزه میکنن. افتخار میکنم به این کارا. از اون طرف اگر دوستان، یاران، رفیقان، نزدیک ما اشتباهی کردن، شورای ملی مقاومت اگر اشتباهی کرد، من اشتباهشو گفتم، ضدیت با ایشون نداشتیم. شاهزاده رضا پهلوی اگه اشتباه کرد، من بهشون گفتم، ضدیت باش نداشتیم. امروز توضیح میدم بهتون، گوش کنید. شهبانو عزیزم، فرح پهلوی، دیدید این یارو اسمش رو تا گفتم اسم شهبانو، دیدید شهبانو هم تو شهر. حالا شورای ملی مقاومت نشریه در میورد در پاریس، و اون موقع من خب مثل الان نشریه در میوردم، مطالب من و صفحه اول هر از چند چون من سه ماه دو ماه یه بار نشریه مون در میومد، اون هفته ای بار تیت میزدن مطالب منو نقل میکردن و میکنن. شاهزاده رضا پهلوی عزیزم وقتی که شاهزاده علی رضا پهلوی رو کشتن، ایشون یک اعلامیه داد، اعلامیه که داد گفت خیلی تو ایران روانی شدن، برادر منم روانی بود، خودکشی کرد. من فوری اعتراض کردم، گفتم اولا شما فاصلت دور بود با برادرت، از کجا فهمیده خودکشی کرد؟ به تلفن کم خبر داد، چرا جلوگیری نکردی؟ از طرفی تو چطور می نظر میدی میگی که همه روانی هم؟ حتی در مورد برادرت هم نمیتونی بگی روانیه، چون چند ماه بود ندیده بودی اینو. انسان هر روز قابل تغییره. من اگر تا امروز مشروب میخوردم، امکان داره همین امروز بذارم کنار. سیگار اگه میکشیدم، امکان داره همین امروز بذارم کنار. تو وقتی بیخبر بودی، ماها قریب یک سال برادرت ندیده بودی، کجا میدونستی که این اون این؟ فوری شاهزاده رضا پهلوی تفلی این اعلامیه رو گذاشته بودن رو صفحهش، حالا یا گذاشته بودن خودش ننوشته بود یا زود برداشتش، الان دیگه وجود نداره. یعنی جریان که ایشون بگه برادر من خودکشی که 30 میلیون ایرانی دیوانن روانین، خب ما نقد کردیم، ولی اگر نقدی کردیم شاهزاده رضا پهلوی رو دفنش که نکردیم که. شهبانوی عزیزم در نخستین آیین بزرگداشت پرنسس لیلا پهلوی مشکی پوشیدن اومدن، من گفتم شهبانو، لیلا خودش به سپید پوشی معتقد بود، به شما هم گفته بود اندیشه آریایی اوستایی رو داشت، سالنامه آریایی تو جیبش بود و افتخار میکرد به فرهنگ و تمدن آریایی خودش، سفید بپوشید برای این، سپید بپوشید وقتی میان سر خاک لیلا. شهبانو عزیزم پذیرفت، نگاه کنید بعد از اون که سپید پوشید. همین پریروزا
در رابطه با نوروزشون اعلامی داد، گفت نوروز هزاران ساله، نوروز هزاران ساله، اصلا اسمی از 1400 نبرد. ولی اون کسی که اعلامیشون رو میذاره روی صفحه، او بالا نشته بود که نوروز 1400، حرف شهبانو عزیزم نبود. 12-13 روز بعد که پریروز 13 به در بود، دوباره شهبانو گره زد سبزه رو، و بعد همون طرفی که مسئول این صفحه است نوشت 13 به در 1400 شهبانو. این دو ساعت روی صفحه بود، روی اینستاگرام و تلگرام اینا. شهبانو سری خودش دستور داد عوض کنن و تاریخ شانشهی رو گذاشت. خب اینا هست، خیلی میان آقا ما خودم باشه رو کار کنیم، کار میکنن، مامورن اطراف. تمام هنرمندان یک مقطع اینا اومدن از داخل ایران براشون صفحه واکنن. tiktikmusic.com، tiktikmusic اسم یارو با اون. من در جریان بودم، با خود من تماس میگرفتن که اطلاعات بگیرن. میگم آقا ما یه دانشجو هستیم. من گفتم ارواح احمد. اینا می‌خواستن سایت‌های اینترنتی همه هنرمندا زیر نظر رو زیر دست خودشون باشه. خیلی کار دیگه اینا کردن. برای همینه که کسی امکان داره مسئولیت‌های داشته باشن، ولی هیچ کارن اصل کاری خود شاهزاده است، اصل کاری خود شهبانو فرح. و بعدم شهبانو فرح فقط یک نفر داره، یک نفر قابل اعتمادشه که شما از کانال این فرد میتونید صحت و سقم یک مسئله. تازه بعضی وقتا میگن زیر پای میشونن پشت خربزه بذارن، این هست. و بعضی وقتا پیش اومده همر میذارن وقتی. حالا ولی مطمئن ترین فرد و معتمد ترین فرد و کسی که میشهش اعتماد کرد که نزدیک به شهبانو و مسئولیت داره در تشکیلات و دفتر و خانواده شهبانو، دوست عزیز من آقای کامبیز آتابای هست. کامبیز آتابای وفادارترین فرد شهبانو بوده و هست، خدمتکارترین فرد بوده و هست، و تحت فرمان شهبانو هست. ایشون هیچ کس دیگه نیست. خود شاهزاده رضا بارها اعلام کرده که چی؟ اعلام کرده که من نه نماینده دارم نه سخنرانی بودم، چون هر کی آوردن بغل ایشون دیدیم زرد در اومد. حالا من یه نکته دیگه هم میخوام به بچهای خودمون بگم در جهان آریایی، چون همونطور که عرض کردم میدونید ما همه با هم هستیم، چون ایرانی هستیم. ما فقط دشمن تازیان حاکم بر میهن هستیم. اگر نه برای ما ایرانی، شناسنامه ایرانی که داشته باشه قابل احترام و ارزش هستش، میخواد جنگ رفته باشه، میخواد چه باشه، میخواد چپ باشه راست باشه، ایرانی بایستی باشه، تازی پرست نباشه. تازی پرست که نبود قضیهش حل. حالا توی اینم خیلی هستن اختلافات فکری دارن، او با او مخالفون، ولی من مخلص همون هستم که برای ایران دارن تلاش و نبرد و مبارزه میکنن. اینجا میخوام امروز یه خبر مهمی بهتون بدم. اونم علتش اینه که تا حالا خب من البته من اینو من میدونستم، بارها هم گفته بودم، شاهزاده رضا بعد از استعفای شاهزاده رضا پهلوی از ولایت احدیست که ایشون به عنوان یک رهبر سیاسی مثل من، مثل تو، مثل هر کسی، اگه اندیشمند تو میدون است مبارزش میکنه، نظر خودش رو در مورد شاهی خودش اومده بیان کرده، از مبارزه و نبرد استعفا نداده، از ایرانی بودنش استعفا نداده، از اینکه سخنگوی تو خواهد ماند در هر جایی استعفا نداده. این نظرش هم از قدیم بود ایشون، من هم میدونم از قدیم ایشون نظرشی بود، ولی هم میگفت خب نمیفهمی. الان با اینکه گفته قاطع گفته فلان گفته، باز خیلی نمیفهمن، چون اونا نمیخوان بذارن تو بفهمی. یکی چیزای دستیسه‌ای منافع هست که نمیخوام، ولی ایشون از این نظر خاطر شما رو جمع کرده و جای چیز نیست، شهریاری در ایران ماندگار هست. احمد شاه مسعود بهتون مثال زدم که پسر شاه بودن، شهریاری در ایران نمیمیره. شهریاری است که تداوم فرمان روایی در ایران آریایی خواهد بود، در این شک نکنید. ما پیروز میشیم. الان یه چند روزی، چند ماهی، چند سالی پیش پا هست و زمیناش تو همین امسال فراهم میشه، تو همین سالی که ما با شما هستیم 7759 زمیناش فراهم میشه. روی قضیه میخوام بهتون صحبت کنم. حالا نکته مهمی که میخوام بهتون بگم، چون تا حالا میدونید مردم خرمقدسن، ولی شک نیست مردم خرمقدس تعدادشون بیشتر از مردم آگاه و روشن است. او خرمقدس تا بخوای خر در خرواره ببین، همه حرمای و فنانا و نجف و کربلا و قم و مکه و مشهد امام زمان ببین شو چقدر ریختن. نمیدونی که با بابک تو بیشتر، سیاوش تو بیشتر، یعقوب لیث، نادر شاه، رضا شاه، محمد رضا شاه، اینا رو که نمیدونن. خب چون خر در خروار خر مقدس هست، بعضی وقتا خب ما این چیزی نمیگیم که ضربه نخوره بمون. ولی الان میخوام بهتون بگم اون جریان سیادت و سیدی فرح دیبا
شهبانو فرح پهلوی است. ما تا حالا چون فهم کردیم خب شاهزاده رضا پهلوی، خب شاه فرینا، خب خوبه که مسئله سیادت ما زیاد نزنیم چون خیلی باش درگیر میشن دیگه، ما که مربوط نمیشه بو مربوط میشه. حالا نمیذارم نمیگفتی، ولی میخوام اینو بهتون بگم. فرح پهلوی، شهبانوی عزیز من، سیدی که فکر میکنید عربه نیست، ساداتی که شما فکر میکنید عربه نیست، بارها من اینو گفتم، امروز واضح میگم، سیدی دو جور بوده تو ایران. یکی که اینا مثل داعش زنای ما رو میگرفتن توی بین خودشون آخونداشون همین فقهاشون تقسیم میکردن، 50 تا 60 تا 100 تا هر چی دختر زن بود اینا میبردن تو کابین خودشون، حرم حرم سرا که میگن اونجا میبردن، هر شب با یکی از اینا میرفتن میخوابیدن و فلان اینا، بعد بچه اینا رو میگذاشتن سید. بعد اگه حسن حسین تقی نقی محمد عبدالله بیرون میخواست ازدواجم بکنه، میمد از این شیخ محله و این موقع میگردن فقیه مجتهد حاکم شرع تازی در فلان شهر، بگویم بگویم صحابه کم آقا صحابه ما یک زن میخوایم لطفا، او در ما میکرد میگفت فرم اینا از اینه که ایوری بودن ایوری زن بهش میداد، بعد میگفت این خانم انکه تو و زاوش تو فلان اینا، میگفت این خانم من باش خوابیدم، من باش جفت شدم اینا، ولی الان میدمش به تو مبلغ المعلوم یا مدت المعلوم یا لا معلوم. خود وقتی که ما سالاس میگم تازی نخونین توهینه همینه، یعنی میداد میگه آقا ما بخوابیدیم این زن بوده، مثل که بعضی از جاها رسم بود که شب اول میگفت این داماده نمیتونه کار بکنه، عروسی میدادن به خان، خان شب اول کارشو میکرد میداد به یارو، مادجی میشین اینا هم تازی این کار با ما میکردن. خب این ها که بچه اینا که به دنیا میمدن که تازیه اینا رو بایشون با ماتر و مادرشون خوابیده بودن، اینا رو شون گذاشتن سید، هیچ ربطی به محمد و بچه محمد اینا به عرب بودن فقط. این یک نوع سیده که اینها چون بیشترم با تجاوز نطفه بسته شده از نظر طبی پزشکی بپرسید، با تجاوز دیگه خود نمیخواسته، مثل داعش که خیلی تجاوز کرد، این با زور گرفته با خانم خوابیده، اون بچه نطفه‌ای که بسته میشه اون نطفه نطفه متشنجزایی است، با تشنج هست، چون با تشنج هست از نظر روانی از نظر عصبی میشه داره میگه آه سیده سیده کفری شد سیده فرانج، اونا که عصبانه میشن اینجوریه. ولی شما نوع دوم از سید هم داشتید و دارید، اون نوع دوم کسانی هستن که پولدار بودن، ثروتمند بودن، زرتشتی ها بودن، اوستایی ها بودن، این رفتن پیش او آخوندهی محله گفتن آقا سلام علیکم، گفت آقا ما باغ داریم، پول داریم، فلان داریم، این سیادت رو میخواییم بخریم، چند قیمتش؟ گفت 10,000 دلار. حالا موقعی که دلار بود من گفتم دلار که تو بهتر بفهمی، 20,000 دلار میداد سیادت رو میخرید. مثل این که مثلا من میخوام به شما عرض کنم، خیلی ها رو گرفتن کشتن اوایل انقلاب از هنرمندا، میگفتن آقا تو اگه میخوای زنده بمونی باید 5 میلیون تومان تا حالا مالیاتت توی سال ندی بدی، یا رو اگه پولداش میداد زنده میموند. اینو مثلا استاد اکبر گلپایگانی که درود دارم بهشون، استاد اکبر گلپایگانی براش پول که مسئله نبود، چند بار ایشونو خواستن به بانای مختلفی بکشن، از جمله بار گفتن آقا تو اصلا مالیات ندیدی توی سال اینقدر پول در آوردی، خب مالیات من چقدر میشه؟ یک ماده هم از ماده 43 نمیدونم چی فلان، گفته بودن اینقدر میشه، گفت بیا داد بهش، خب 70,000 تومان اون موقع بس داد. یا یه بار ایشون با ما اومدن اروپا، من یه بزرگداشتی برایشون گذاشتم در آمریکا و اروپا و همه جا برنامه انجام داد، پولی هم بنده خدا به جیب نزد، یعنی استقبال شد ولی خو هزینه و اینا چیزی پولی با گلبا با خودش نبرد. وقتی برمیگرد ایران میگیرنش، میگن که آقا شما رفتی پول ساختی خارج، اینجا بود مالیات چی به ما بدی تو مقیم ایرانی؟ میگم پولی نساختم. میگه نه ساختم. میگه چقدر ساختم؟ میگم مثلا فلان قد دلار. میبینه که نمیتونه با اینا بحث کنه که میگه خیلی خوب مالیاتش چقدر میشه من بدم؟ میگن اینقدر دلار، اینقدر تومان. میگه چشم، میده پول. چرا؟ چون جون خودش حفظ کنه دیگه، از دردسر بر. حالا خیلی از زرتشتی میرن پیش فقیه شهر میگن آقا ما سیادت رو میخوایم بخریم، میخره بعد میصرفه براش. چرا میصرفه؟ چون اولا 20% زندگیشو باید بده خمس، یعنی 1/5 و میشه 20%. تو هر چی در میاره 20% چه دیدی اونا؟ اون نمیده. از اون طرف 20% میگیری سید میشی. حالا خانواده شهبانو مثل خیلی خانواده های دیگه، اینا سید نبودن. شهبانو ایشون از نوادگان قطب الدین، سید قطب الدین لاهیجی یا لاهیجانی یا گیلانی است. سید قطب الدین کی بوده؟ قطب الدین گیلانی یا لاهیجی کی بوده؟ ایشون یکی از رهبران بزرگ دراویش ایران بوده.
در آبش ایران بهتون گفتم همه آدم اوستایی زرتشتی بودن. این صوفیایی که سبیل جون میذارن به جای مسجد میرن توی معبد درست میخوان خانقاه خانقاه یعنی خانگاه گاه درست میکردن. این معبدهای آریایی میترایی بود اینا. یا مثلا اونی که میگن علی الله یعنی محمد کاری نبود بابا، خب این دینو نبرده میگن علی اشهدن علی ولی الله محمد و رسول الله. پس چی بود؟ این اینو مبارزه ایرانی بوده با تازیان و تفکر تازیان. شعبانو لعونه و قطب الدین یک رهبر آریایی اوستایی بوده، اوستا مثل علامه طباطبایی. بعد ببینید علامه طباطبایی، من با ایشون صحبت زیاد کردم، علامه میگه کیش من مهره، اینی که شهرام ناظری خونده کیش مهر مال طباطبایی است، علامه طباطبایی کیشش مهر بود. به من گفت مثل حافظ، ثابت کردم کتابش، ببین بخونید. حالا شهبانو پدرش سهراب دیباس، مادرش قطبیه. قطبی و دیبا اینا هر دوتا از خانواده طباطبایی ها هستن، خاندانن اینها. اینا همون تریبو قبیله خاندانی که تو ایران بوده، تو ایران بوده. طباطبایی ها کی بودن؟ دیبار عرب ها واژه پارسیست میگن دیباج، پارچه ابریشم، اصلا ابریشم، ابریشم کار بودن. ابریشم کاری مال ایرانه، ابریشم کاری که مال عربا نیست که، ابریشم چه میدونن چیه. دیبا که عرب ها بهش میگن دیباج، ابریشم کاریست، ابریشم کارم ایرانی بودن. بعد ولی اینا برای که چیز میشه میگن آقا این دیبا و طباطبایی اینا وصل میشن به امام حسن، اونم امام حسن مصنع یعنی پسر امام حسن، یکی از زناش دختر عموشه یعنی دختر امام حسینه، با او عروسی میکنه. چون امام حسینم از بین برده ها و کنیزا و اینایی که تو خونش داشت، ایرانی هم فرامون بود چون جزء مهاجمین به ایران بودیشون، به در جنگ تبرستان شرکت میکنه، کلی غنیمت جنگی گیرش میاد، کلی هم دختر ایرانی میرن تو خونش. حالا یکی میگن شهربانو، نه زیاد تو خونش زن ایرانی هم داشته، از یکی از زن ایرانیش حسن مصنع با او عروسی میکنه، او تبار میشه ایرانی. اینا اینجوری میگن، بعدم میگن اینا طباطبایی یا و دیبا، او جد 33مشون میخوره به حسن المصنع، یعنی ایرانیه، مثلا میخوام بگن ایرانی، ولی اینا ایرانی هن. اینا مثل خیلی از سیدهای دیگه هارومزاده نیستن. شما یادتون نره سید هستی تو ایران میتونی بمونی زندگی کنی با افتخار، اسم سیدی رو بردی بگی ما از سیده هستیم که سیادت نیاکان ما خریده. بعد ما شجره نامشناسیم، ما شجره رو داریم، ما شجره همه رو داریم. شجره قطب الدین رو بنده دارم، شعبان فرار امکان داره خود شعبان نداشته باشه، امکان داره شعبان نداشته باشه، و من به هیچ عمر نمیخوام شعبان بدید تایید و تکذیب کنه. نمیخوام بعد از 80 خورده سال بیاد ایشون تکذیب بتا، ولی به شما خبر میدم و درست هم هست عزیزان من. خیلی از چیزا رو اونا خودشون نمیتونن بگن، نمیتونن بگن، در جایگاه قرار گرفتن که یهو نمیتونه بیاد همه چیز خراب کنه که. البته اگه بکنه که واقعا چکرش که واقعا اگه بکنه یه چی بقول یارو گفت اگه بشه چی میشه خدا، ولی توقع ندارم من. ولی من به شما میگم این واقعیته. تو کاری که شعبانو فرای پهلوی توی سالها کرده همش در راستای ایران 7000 ساله بوده، ایران متمدن بوده. ولی میدونه از دارم خیلی من زنگ میزنن شعبانو این سیاوش آبستو اینو گفت، شعبانو از این کار زیاد شده. حالا اینم به شما بگم، آدم های زرنگ باهوش فرهیخته فهمیده میدونن چی چیه کی کیه، تو بی خود خود اطلاعاتی بدبخت مچل خودت کردی. یکی از مدیران وزارت اطلاعات مدتی است که پناهنده شده به خارج، بعدن که اومد ایران اینجا پناهنده شده اینا، دیدیم توی پناهندگیش گفته بوده که یکی از مسئولیت‌های ایشون میز سیاوش اوستا بوده. یعنی توی وزارت اطلاعات میدونید هر کسی میز داره، آدم داره، یعنی هر چی اطلاعات در مورد من در میاره میره پی دستی، این میده تو کامپیوتر، هر چی در مورد من میاره این مسئول من بوده، یعنی از تمام جیت و پیک ما خبر داشته، وزارتتان خبر داشته. این نوشته، این گفته، یه کتاب داره روی قضیه می‌نویسه، خودش خودمان کتاب می‌نویسم، پناهندگیش هم گرفت، چون اطلاعاتی هم که داده بود چک کردن اون دولت مطبوعش. یادتون نره شما میای خارج میگی من اطلاعاتی بودم، من فلان بودم، اینا چک میکنن چون با خود جمهوری اسلامی در تماسن، از اون نیرو دارن، نیرو دارن. اکثر بچه‌ای که تو سفارت‌ها اینا کار می‌کنن، اینا توش جاسوس می‌گیرن دارن، خیلی از بچه‌ها می‌دونن من چی میگم، همه چیز رو دارن. یعنی تو بیا بگی من اطلاعاتی بودم، من بسیجی بودم، اینو تو سری در میارن که تو راست میگی دروغ میگی، اینو میدونن اینا، این یاد تو برای میگه خیلی پرندگی رد میکنن،
حالا میگن یارو داره دروغ میگه. اما این بابا رو چون با ما هم تماس میگیره، وقتی طرف اسم ما رو میاره مثلا در امریکا، در سوئیس، همینجا، جای دیگه، بعد من همیشه خواستم کتما بنویسم، به من گفتن که آقا خانم فلانی اومده گفته با شما کار میکرده، این درست یا نه؟ من میگم بله، چند تا اسم میدم بهتون. خانواده سرکار خانم لیلا فروهر وقتی رفتن اونجا به من گفتن بله، برای من کار میکردن، در کلابی ما داشتیم، کتاب فروشی داشتیم، فریبای عزیزم اینا کار خیلی خوب در تشکیلات بیزنس فرانسوی ما کار میکرد، فرنگیز خانم امضا کردم من. خانم عباس پهلوان عزیزم، درود دارم به عباس پهلوان، به عسل عزیزم، چه برنامه خوب میسازه. خانم عباس پهلوان ناید خانم در انجمن ما افتخاری کار میکردن، سالها خیلی خدمت کردم ازشون، روان شاد، سپاسگزارم. استاد عباس پهلوان از من استعلام کردن، خواستن که ایشون اینا اسم داده با شما کار میکرده. میگفتم بله ایشون با ما کار میکرده. حالا اطلاعاتی هم که میاد یک سری اطلاعاتی میده از خود جمهوری اسلامی، من اینو میپرسن آدم برن یا بعد حالی بابای آقای اطلاعاتی اطلاعات زیادی داده، از جمله در مورد سیاوش چون میزش بوده و کتابش هم نوشته، چاپ میکنه، به زودی منتشر میشه به چند زبان. اینه میگه یکی از کاری که ما همیشه علیه تو میکردیم سیاد، میگه کار زیاد کردیم، میگه رفتیم جلو شانزلیزه شو برای خیابون در رقابتش بیزنس زدیم، بیزنس ما شکست خورد، تو خانه ایران رو منظورشه، چه کردیم اونجا، رفتیم چه شد اونجا، همین میگه. با اینا مهر اوغرام از خداوند بزرگ بوده با من. میگه یکی از کاری که ما میکردیم بود که آقا ما دنبالی بودیم که یک کسی خودشو به تو بچسبونه، یک کسی از تو تعریفی تمجیدی بکنه، هر کی باشه، ما با تلفن، با ایمیل، بعدن که دیگه ایمیل اینا اومده بود با تلگرام با فلان، با فوری تماس میگرفتیم. آقا تو از اوستا تعریف کردی؟ بعد میدیدیم یارو چه فکری داره، نسبت به فکرش علیه تو حرف میزدیم. اگه احساس میکردیم یارو یک 2-3% مجاهد خلقه، گفتیم بابا این یکی ضد مجاهدین خلقه، این روزنامه مجاهدین خلقه تو فرانسه بسته، اینا حالا دروغ هم میزدیم. تو نمیدونی تو یارو هم که هواداره با آقای مهدی عبشمچی رهبر سازمان، که اینا که در تماسی سنگ بزنه آقای مهدی عبشمچی سلام قربان راست میگن اینا، نه تحریک میشد میومد دو تا مطلب برای ما مینوشت یا فلان میگه، یا مثلا دوستان نزدیک من مسعود سپند چکام سرای بزرگ درود دارم بهش، یارو بهش زنگ میزنه. حالا مسعود سورپرایز میشه که چجور من اینا رو میدونم، خب تو گزارش هم یه باباست، وزارت اطلاعات به یکی از ماموراش میگه در پلیس زنگ بزن به مسعود سپند، این برنامه تلویزیونی رفته و سیاوش اوستا اسم آورده اینا. مثلا میگه آقای سپند این حسن عباسی میگه نمیدونی سیاوش اوستا تو تهران رفته اصلا ایران اصلا این فلان، میگه بابا برو گم شو یارا، برو گم شو، من به طرف ما 7000 سال سیاوش اوستا رو میشناسم، اون که میگم تو تهران حسن عباسی و یکی دیگه است، برو گم شو برو. از اینا زیاد بوده، ایمیل زدن فلان فلان که ما رو به اصطلاح جلو یاران و کسانی که دوستمون دارن خراب کنن. این کار تا الان هم ادامه داره. مثلا وقتی من اومدم گفتم شاهزاده رضا پهلوی تو کجا میدونستی که داشت خودکشی کرده، چند ساعت بعد اعلام میدادی یه لمه برداشتن. آقا همون در اطراف، خب تو اطراف اینا خیلی اطلاعاتی بودن، همینا رضا پهلوی بیرون کرد. شما ببینید توی 40 سال 50 نفر مسئول دفتر رو نزدیک بودن و گروه های بودن که با رضا پهلوی کار میکردن، همه رضا پهلوی الان بیرون کرده چون اکثر اینا اطلاعاتی بودن. یارو حالا بدونی که صحبت های منو گوش کنه، آخه ما 7000 تا ویدیو داریم روی اینترنت، کی میتونه بری 7000 تا رو گوش کنه ببینه ما در مورد اینکه چی گفتیم؟ بی یارو اعتماد میکنه که نوکرشه، بی یارو اعتماد میکنه که آفتور میاره دم در، بی یارو اعتماد میکنه که دقیق ماشین برای شما میکنه، میگه که آقا ای اومد گفت تو داداش تو کشتی، گفت رضا پهلوی، علی رضا پهلوی کشت. بعد خودش میگه بابا من گوش کردم که دیدم داره میگه، ما دور بودم چندین هزار کیلومتر، مدتم نیدونمش، همونجا رو رونش میکنه رضا پهلوی. اینه که این مواردی طوری هست علیه سیاوش اوستا، شما باید بهوش باشید. من میدونم هر کاری که میگم یهو باطل، آقا با ایمیل، با ایمیل بر 1000 نفر این موقع دسترسی به ایمیل های هم دارن، تو جاسوسی برای همه ایمیل میشه آقا سیاوش اوستا شنیدید فلان کاری کرده، نسبت به سلیقه و ذوق خود او ها، یعنی اگه ملیگراست آقا دیدی مصدق رو گفته، خود مصدق مامور انگلیس ها بوده، سیاوش اوستا گفته، آره یاری که نمیره به خلوه به ما چی بود ملیگر میخوام زد. ولی انسان های دانشمند اندیشمند خودشون شعور دارن. آقا تبرزدی رو من تو دنیا لانسه کردم، خودش هم داره میگه، الان هم داره مثل شیر مبارزه میکنه، میان یه جایی یه چیزی ها رو مینویسه میگه تبرزدی نگاه اونی این روشه. خب تبرزدی که میدونه چی به چیه، احمقا شما اطلاعاتی هایی که اصلا یارو اومده اسم اینا رو رئیس سازمان امنیت فرانسه
آقای ایو بونه میگن مجاهدین خلق نمیشه، یا خودش رفیق من میشناسن ایو بونه، رئیس سازمان اطلاعات و جاسوسی فرانسه است بوده، لیست داده نوکر جمهوری اسلامی. میبینم آقا همه اینا الان اینور اونور هر جا یک خبر میشه اونجا حضور داره. خب معلوم که ابله نیستن، معلوم زرنگن، ملت ایران زرنگه. حالا من میدونم با این مواردی که من مطرح میکنم این توطئه‌ای که مدیر وزارت اطلاعات داره میگه علیه من توی سالا کردن، دنبال میکنم به بهترین رفیق من زنگ میزنن که آقا شنیدی این با خواهر پسرعموی تو رابطه داره؟ دروغ. من خوشبختانه با مهر یزدان پاک از بچگی تا الان نقطه ضعفی کسی نتونسته از ما بگه. اگه ما میگرفت دشمن به هر چیزی بزرگش میکرد که بتونه علیه ما بزنه. کسی که من در میدان نبرد و مبارزه هرگز به دشمنان ایران رحم نکردم، هر کس که بوده. آقا میومدن تو دفتر ما شانزلیزه، یارو ما اصلا نمیشناختیم، نمیدونستیم که میبینیم یک دسته گل گنده دستش گرفته. حالا اون نمیدونست که من تو دفتر کناری ام با دوربین دارم میرم میبینم. نمیدونستن اینا. میومد خانم به خواهر من حالتون خوبه سرخم؟ داداش نیستن؟ نه نیستن. این گل خدمت شما خانم، چون خیلی حالا گل مثلا برای من بود، من نیستم، حیفش دیگه دستش. خانم این گل برای شما، شما چقدر خانم چقدر گلین؟ بابا هر روز که شما اینجا کار میکنین تعطیلات می داداش میگه شما تعطیلات بده، برای تعطیلات بکنین فهم کن. بعد که آقا خواهر آدم علیه آدم بکنه. بعد من یه بار که این یاروه میمدن این تیپا، یه بار اومدم ببینم، گفتم مرخصی بنده دست ایشونه، جیب بنده دست ایشون، رئیس ایشون اگه تو نمیدونه ابله و خودش میدونه. آنو آقای دکتر سلام، قربان آقای دکتر. رد میشدیم از اینجا شانزلیزه، گفتم بیام دستبوس شما، گفتم باز خراب کردی. تو رد میشدی اومدی پیش من یا مخصوصی من از خونت اومدی بیرون؟ آنو ببخشید، گفتم دیدی حرف زدنم بلد نیستی، آدم دروغگو در تله میفته. یعنی شیطنت های اینا به حدی بوده که میخواستن مثل اینکه من سایت ها رو میگم دستکاری میکنم، مثلا طرف بیکار دانشجو بدبخت میونه شب نداره بخوره، ما بهش کار دادیم، امکانات دادیم، اومدید تو دفتر تشکیلات ما کار میکنه. و میدونید که ما نخستین کسی هستیم که در فرانسه سیبر کافه رو انداختیم، نخستین آموزش اینترنت میدادم به خیلی از اینه که الان دنیا هستن ایرونیا. من تلفنی بهشون اینترنت یاد دادم، براشون ایمیل با کردم، چون توی زمین من پیشتاز بودم. یارو میومد اولا اینترنت ما 10-20 تا 30 تا کامپیوتر بود، همه میمادن آزاد استفاده میکردن، بیا سیاهی بیا عربی بیا فرانسوی، توی کلیدش یه چیز میذاشتن، میگفتن آقای برو شانزلیزه در سیبر کافه از اونجا اینو بیا آدرس ایمیل بفرست، این میومد این بیا آدرس ایمیل میفرستاد، آی پی ما میافتاد، فوش خوار مادر مثلا داده به فلانی، فوش خوار مادر داده دیگر رفقای ما. این کار اطلاعاتی اینا همه یارو نوشته مدیره. مهربان یارم به پایان برنامه رسیدیم، از دوست عزیزم دبیر کل این تلویزیون آقای امیر شجره سپاسگزارم، دستان گرم شما رو میبوسم با بوسه و مهر تا برنامه دیگر بدرود و youtube.com/mehrtv